به نام مهرافرین مهرگستر عرض سلام و درود و روز بخیر داریم با خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند که امروز هم برنامه روشنا را رو دنبال میکنین با نگاه های گرمتان و صبح زیبای آخر هفته پاییزی شما بخیر و نیکی باشه انشالله خوشحالیم که امروز هم در خدمتتان هستیم از طریق برنامه روشنا و همون رقم که از پنجشنبه قبل در جریان هستین موضوعی که تازه شروع کردیم و هفته قبل جلسه اولش بود بحث حقوق تربیتی کودک هست در هفته قبل تعریف، تعریفی داشتیم طبق قوانین داخلی بین المللی و قوانین اسلامی از کودک ای که به کودک کودک و چه کسی میگیم و از چه سنی تا چه سنی را به یک فرد کودک اطلاق میشه و چه مسئولیت هایی داره طبق قوانین راجع به این مسائل صحبت شد و اما امروز یک موضوع جالبتر با هم بحث خواهیم کرد حقوق تربیتی کودک قبل از تولد جالب است که بدانیم که همه ما به عنوان انسان حتی قبل از تولد هم یک سری حقوقی داریم که باید با او توجه بشه و حتی قابل توجه شما بیننده عزیز هم که هنوز ازدواج نکنن و متعهل نیستین هم هست که بدانین حتی فرزندان شما در آینده هم از همی اکنون که مجرد هستین و ازدواج نکردین برگردن شما یک سری حقوقی دارن و با ما همراه باشه بدانیم که این حقوق چی هستند کارشناس محترم برنامه راجع به این مسئله با ما بیشتر صحبت خواهد کرد خانم عالمی سلام خانم عالمی خوش آمدیم به برنامه بسم الله الرحمن الرحیم ما هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم قاسمی عزیز سلام همه محترم انشاءالله که جور و صحتمند باشن و انشاءالله که مطالب امروز بتانه یک نگاه روشن در پیششون قرار بدن برشون مفید بود انشالله همین هم خواهد بود خب خام گفتین که حقوق کودک حقوق تربیتی کودک قبل از تولد بسیار مسئله جالبی است مگر میشه که یک انسان قبل از اینکه متولد حتی بشه یک سری حقوقی را برگردن افرادی که بعدها قرار است والدین او بشن چه پدر و چه مادر داشته باشه راجع به با این ما صحبت کنید خیلی جالب است و فکر می کنم بینندگان عزیز ما هم بسیار مشتاق باشن تا بشنون پاسخ این خب در حقیقت ما اگه بخوایم حقوق کودک را تقسیم بندی کنیم برمیگرده یعنی به دو دوره تقسیم میشه یک دوره قبل از تولد هست یک دوره بعد از تولد خب در این که بعد از تولد حقوق... کودک یک سری حقوقی داره خب هیچ شکی نیست بله. ولیکن قبل از تولد هم ما دین اسلام مخصوصا تاکید داره که کودک یک سری از حقوق برخوردار هسته yeah, چرا sounds. که خب کودک قبل از اینکه متولد بشه در دوران جنینی و حتی قبل از دوران جنینی هم این تا زمانی که اصلا هیچ کودکی وجود نداره همونطور که شما فرمودین کسانی قصد ازدواج دارن mm -hmm. یا کسانی که میخواین حتی هنوز فرزنددار نشدن ولی میخواین اقدام کنن به فرزنددار شدن اینها هم یک فرزندان آیندهشون برای گردن حقوقی داره برای که تمام یعنی هر چی که تصمیم که انسان در هر مرحله میگیره بله. و در راستای فرزنددار شدن همه اونها تاثیر میگذاره بر تربیت فرزندان به خصوص بله. و این حقوق تربیت، تربیتی قبل از تولد خب ها برمیگرده با زمانی که جنین هسته و یا حتی قبل از دوران جنینی یعنی اه. حتی زمانی که یک شخص هنوز ازدواج نکرده مجرد هسته و میخواد تشکیل خانواده بده شما ده. تصور کنید که یک دختر یک بچه میخواد ازدواج کنه خب این قرار هست که پدر و مادر یک خانواده باشه یعنی در خانواده میخواد نقش پدر رو ایفا کنه نقش مادر رو ایفا کنه بنابراین این اینها شاید یکی از پیش هایشون این باشه که در آینده صاحب فرزند باشن یعنی بیشتر کسانی که خب قصد ازدواج دارن یکی از پیش هاشون همین هست که صاحب فرزند باشن و وقتی که این پیش فرز وجود داشته باشه بنابراین این مسلم هست که انتخاب همسر امه. و حالا چه شوهر باشه چه خانم باشه اینها واقعا تاثیر خواهد گذاشت چرا که این فرزندان ما در آینده بیشترین ارتباط رو با کی دارن با والدین خودشون دارن پس نخستین گام در بحث حقوق تربیتی کودک که بر عهده والدین هست انتخاب همسر است همون رقم <applause> که گفتین حتی از ایام مجردی هم باید به این مسئله توجه بشه پس ای است که ما چی همسر رو با چه میارهایی انتخاب میکنیم که مؤثر است بر روی تربیت کودک ما در آینده خب برای ما بگین چی هم میتونه تاثیر بگذاره ای انتخاب همسر بر حقوق تربیتی کودک بله خب شما تصور کنید که شخصی معیارش ای باشه که در آینده خب اگر زندگی قرار تشکیل بده مهم. یک زندگی داشته باشه تا هم با هم غیر از اینکه بخواید به دنبال آرامش و آسایش باشه و پیشرفت باشه میخواد که در زندگی خودش مسائل دینی و مذهبی خب همیشه یک جایگاه خاص ویژه داشته باشه درست. خب این شخص قطعا در انتخاب همسر خودش یکی از فاکتورها و معیارهایی که باید در نظر داشته باشه این هست که فرد مقابلش یک شخص دیندار باشه دقیقاً. و نمیتونه اصلا یک شخصی که در ذهن آیندهش ای باشه که خب من باید فرزندانی داشته باشم که اینها افراد بسیار دینداری باشن و مسائل دین و مذهبی را رعایت کنن ولی که از اون سمت بره با, با یک شخصی که هیچ اعتقاد به مسائل دینی و مذهبی نداره با او ازدواج کنه و بگه خب هیچ تاثیر در زندگی من نمیتونه داشته باشه چرا که ما هر کدوم یک شخصیت مستقل داریم واقعا یعنی در انتخاب همسر ما باید به این شکل نگاه کنیم که در آینده او برنامه که ما داریم و انتخاب ما اینها همه در ارتباط هستن و یا حتی ممکن است ما خب تصور داشته باشیم بگیم که خب ما یه فرزندی میخوایم داشته باشیم که در آینده یه ای شخصی باشه که بسیار به مسائل علمی و آموزشی و تربیتی اهمیت بده و از اون طرف خب ما با یک فردی بیایم ازدواج کنیم که حالا شخص حالا میخواد دختر باشه یا بچه باشه با یک شخص ازدواج کنه که اصلا برای اینجور مسائل کوچکترین ارزش قائل نیست <applause> یعنی معیارها و ملاک هایی که فرد قبل از اینکه میخواد وارد زندگی بشه در آینده میخواد انتخاب کنه همون این معیارها و ملاک ها بعد اثر مستقیم یا غیر مستقیم بر تربیت فرزندانشون داره آه. پس ببینید خانم معلمین وقتی که میگیم قبل از تولد یک سری حقوقی را اطفال دارن از نظر تربیتی بر عهده والدین و بحث انتخاب همسر شما اشاره کردین برش وقتی که میگیم انتخاب همسر یک تأثیری هست که میگذاره روی تربیت کودک آیا میتونیم این تأثیر را با عنوان حقوق بدانیم جز حقوق تربیتی کودک بدانیم بی اثرگذاری است در واقع میخوایم ببینیم که چطور میتونه شامل حقوق تربیتی کودک بشه قطعا میتونه جزو حق اصلا مسلم هست که او کسی که میخواد با اختیار خودش داره همسر خودش رو انتخاب میکنه در حقیقت داره بر فرزند خودش رو داره آینده فرزند خودش رو داره انتخاب میکنه یعنی شما وقتی یک دختر یا یک بچه وقتی میایه شریک زندگی خودش رو انتخاب میکنه در حقیقت او میایه آینده فرزند خودش رو انتخاب میکنه مسیر زندگی, زندگی او رو داره رقم میزنه در حقیقت و در آینده شاید یک باشه که یک شاید ممکن شما با نوجوانانی برخورد کنید بگین که خب من این پدر این مادر را نمیخواستم <applause> چرا این پدرم شد این مادر شد خب اینها شاید واقعا همون اشتباه والدین بوده که حالا یکی از اینها کسانی بودن که خب ناصالح بودن یا مورد تایید فرزندانشون نبودن حالا صرفا در برخی مسائل خاص میگیم به طور مثال ممکن است یک پدری باشه که از لحاظ اخلاقی ناشایست یا ناسالم باشه یا ممکن است تا این حالت برای مادر هم پیش بیاد و این طفل بیای این شکایت رو بکنه که خب من این پدر را یا این مادر رو نمیخواستم واقعا همه. نمیخوام این پدر مادر ما باشه بله. و این واقعا یک حقی هست بر گردنه. هر شخص مادر. یعنی بر پدر و مادر که وقتی که میو یا شریک زندگی خودش رو انتخاب میکنه در حقیقت داره پدر یا مادر طفل خودش رو داره انتخاب میکنه بله،, بله ممنون از شما بیاین حالا برگردیم به زمان بارداری و زمانی که هنوز جنین در بطن مادر هست آیا میتونیم این جنین را قبل از تولد البته هنوز تولد نشده با عنوان یک شخصیت حقوقی که میتونه اکثر حقوق با او تعلق بگیره بشناسیم بله خب در در این که خب جنین دارای شخصیت حقوقی هست یا نه و اصلا در چه دوره از دوران جنینی خودش میتونه دارای شخصیت حقوق باشه خب بین فقه ها و اصلا حقوق دانان اختلاف نظر بسیار قبل هست که اختلاف نظر بر ما بگین خواهم می بر بینندگان عزیز ما بگین که شخصیت حقوقی چی هست شخصیت حقوقی یعنی که یک شخص به واسطه اون قانونی که وجود داره یعنی به خاطر قواعد حقوقی صاحب حق و منفعت میشه و میتونه از حق تمتع برخوردار بشه اه. به طور مثال خب یک شخصی صاحب حق انتفاع حالا حالا هر نوع حقی رو میتونه صاحب بشه اه. و همچنین به تبعش میتونه این حق رو میتونه منتفی کنه یعنی یک صاحب حق بشه و یک منفعتی رو به این شخص میگه شخصیت حقوقی اه. و خب در خصوص جنین هم همینطوره خب ما مثلا میگیم که یک شخص انسان زنده قطعا داره شخصیت حقوقی است چرا که چرا که از بسیار از حق حقوقی که حالا خداوند متعال برای او تعیین کرده یا قانون گذار برای او تعیین کرده باشا. از این حقوق برخوردار هستن ولیکن در خصوص جنین اختلاف نظر بسیار هست که آیا جنین هم میتونه داره شخصیت حقوقی بشه یعنی یه حقی بر او بار باشه یعنی داره یک سری حقوق باشه وقتی میگیم شخصیت حقوقی یعنی اینکه یک, یک سری حقوقی را میتونه او دارا بشه مثل یک انسان کامل مثل من و شما یا یک جنین میتونه داره یه همچین حقوقی باشه خب این اختلاف نظر وجود داره و اختلاف نظرش منشأش برمیگرده به کجا؟ بله. مخصوصا در حالا در فقه اسلامی خودمون وقتی جسجو میگیریم منشأش برمیگرده به این که طفل از زمانی که در بطن مادر قرار میگیرین از زمانی که طفل در بطن مادر وجود میاد تا زمانی که به انسان کامل تبدیل میشه یک دوره را طی میکنه و طی این دوره خب میخوام ببینیم که آیا طفل که آیا از هم لحظه‌ای که در رحم مادر مستقر میشه و یا حتی ممکن است خب میبینید این روزها به دلیل مشکلات و نابروری که وجود داره حتی جنین هایی داریم خارج رحمی اینه در آزمایشگاه اینها پرورش پیدا میکنن مهم. آیا این جنین هم جنینی که از همون لحظه‌ای که در آزمایشگاه مستقر میشه آیا او هم دارای شخصیت حقوقی هست یا خیر مهم. و یا بیشتر خب فقها بر اساس اون روایاتی که در شیعه حالا ما مذهب شیعه را بررسی میکنیم از امام صادق علیه السلام آمده که وقتی که یک شخصی نزد امام صادق آمده و گفتن که خب همسر ما از فرزند دار شدن بسیار میترسه و حالا خب مدت کوتاهی است که ما داره فرزند شدیم اینه از همون اوایل ابتدای بارداری بوده آیا میتونه که این فرزند رو مثلا با خوردن یک داروی این از بین ببره و امام صادق علیه السلام اونجا میفرمایند که نه این یک گناه نابخشودنی هست و نمیتونه همچین کار رو انجام بده. بنابراین این این بیانگر ای هست که اکثر حقوقی رو هم جنین هنوز که به عنوان طفل وارد ای دنیا نشده داره. سپاسگزاریم از شما خانم برمیگردیم به ادامه بحث و ممنونیم از نگاه های گرم شما بینندگان عزیز. بریم یک وقت بگیریم و دوباره برگردیم با ادامه بحث در خدمت خواهیم بود. خانم بسیار زیبایی بوده است پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم راجع کودکان و بسیار خرسند و خوشایند است بر ما به عنوان یک مسلمان که می‌بینیم دین مبین ما دین کامل و فرازمانی و فرامکانی ما چقدر خوب روی تک تک مراحل زندگی انسان ها حتی از قبل از تولد هم توجه خاص داشته و با عنوان یک سرمایه های انسانی برای کودکان نگاه میکنه و مسیر ما را در راستای تربیت کودک بر ما نشان میده خب برمیگردیم به ادامه بحث با کارشناس محترم خانم عالمی جبه حقوق تربیتی کودک در ایام جنینی صحبت میکردیم گفتیم که یک حقوقی داره ادامه بدین بحثتان هم میشنوه و بعد خب بر اساس این روایات این مشخص شد که روایتی که از امام صادق علیه السلام از این دست روایات بسیار هست که و محکم و معتبر هم هست که حتی از زمانی که جنین یعنی در بطن از این از همون لحظه که در بطن مادر قرار میگیره داره یک شخصیت حقوقی است و از حق تمتع برخوردار هست و این میتونه حتی مثلا بهش یک یعنی زمانی که یک زن باردار میشه به مثال از حق ارث میتونه برخوردار باشه حق خ... یعنی چی یعنی برخورداری از یک حقی هست به مثال از حق ارث میتونه برخوردار باشه. یعنی تعلق میگیره بر تعلق میگیره به او شخص شش... شش... به او جنین تعلق میگیره ولی کن این حق این شخصیت حقوقیش به چه شکل است یک شخصیتی است که بالقوه هست یعنی بالفعل نرسینه تا زمانی که جنین زنده متولد نشده این حق ناپایدار است یک حق متزلزلی هست مهم. و او زمانی که خب اگر جنین حالا اگر به طور مثال یک مالی به یک جنین به ارث رسید خب این حق ارث داره زمانی میتونه از این حق استفاده کنه یعنی حق استفاده داره از این مال که این جنین زنده متولد بشه یعنی یعنی به فعالیت برسه از حالت بالقوه به فعلیت برسه بنابراین این جنین از زمانی که در بطن مادر قرار می تا زمانی که به انسان کامل تبدیل میشه یک شخصیت حقوقی بالقوه داره اه. و برای همین هست که ما میبینیم که در زمانی که وقتی که در دوران بارداری یکی از جو، یکی از دلایل جواز سقط جنین در زمانی که به مادر به خطر می افته یا یک زمانی که استرار حالت استرار پیش می آید خب می بینید که حیات مادر را ترجیح میدن چرا چرا چون که حیات مادر یعنی شخصیت مادر یک حیاتی داره که بالفعل هست ولی کن حق حیات جنین به صورت یک حق بالقوه است که هنوز خب ای به فعلیت نرسیده و اونجا هستش که بین این دو تا حق حیات خب حق حیات مادر رو انتخاب میکنن اگر قرار بود که جنین از همون اول که در بطن مادر هست این حق حیاتش یک حق بلفل باشه بنابراین نمیتونستیم بین دو تا حقی که بلفل هست یکی را انتخاب کنیم این واقعا نمیتونستیم مثل انسان کامل محسوب میشد و واقعا هیچ تفاوتی بین این که بخوایم جنی مادر رو یا فرزند رو مثل اینکه زمانی که فرزند متولد میشه ما نمیتونیم بین فرزند و مادر تفاوت قائل بشیم در حق حیاتش بله. و پس قبل از تولد هم جنین دارای حق, حق حیات هست. و می‌کنند با عنوان نخستین حق و اساسی حق, حق افراد حیات. و انسان هاست که از زمانی که هنوز به دنیا نیامدن و در بدن مادر هستن، این حق را برخوردار هستن از او. و این حق حتی در قوانین افغانستان هم محترم شمرده. در قانون جزای افغانستان ماده 402 قانون جزای افغانستان یعنی کسی اگه بخواید یک جنین را قبل از اینکه متولد شده بخواید سخت کنه به حبس تا هفت, هفت سال میتونه حبس بشه و جزای نقدی هم که حالا متغیر هسته اینها رو داره یعنی برای کسی که سقط جنین انجام بده برای او حتی جزای نقدی مم. هم قرار داده ولی خب در قوانین حقوق بشری به شکل نیست چرا که خب میبینید که قوانین حقوق بشری بیشتر بر پایه حق اختیار هست یعنی شخصی که یک زن وقتی که یک جنین در بطن خودش پرورش میده حق اختیار داره که او را میتونه او را بپذیره یا یعنی نگه داره و یا اینکه او را از بین ببره در شرایط خاصی و اینجا هستش که خب حق در ما حقوق کنونسیون حقوق کودک هم گفتیم زمانی که تعریف حقوق کودک بود نگفته بود که این حقوق سن کودک از خواهی میکنم تعریف سن کودک بود یعنی تعیین سن کودک تعیین نکرده بود که از چه زمانی تا چه زمانی یعنی ز... سن کودک را تا 18 سالگی تعیین کرده بود اما آغاز کودکی رو مشخص نکرده بود و همین عدم تعیین آغاز کودکی یک نوع جواز میده برای همین که خب یک زن حق داره که جنین خودش رو سخت کنه اگر بله. اونجا تاکید میکرد که خب از زمانی که جنین در بطن مادر بوجود وجود اومده تا زمان 18 سالگی اون موقع خب میتونستم بگیم که برای جنین یک حق حیاتی را اونها قائل هستن بله پس این سکوت قانون را شما به عنوان فکر میکنیم که جواز دانستن برای سخت جنین که خب در هر صورت قوانین بین المللی در زمینه سکوت کردن و خب اینطور برداشت میشه که شاید به این معنا باشه که جواز داده شده برای حق سخت جنین به توسط شاید مادر شاید یک وجهش این باشه ولی که قطعا اونها شاید پیشفرزشان این باشه که چون در این زمینه خب بین کشورهای مختلف قوانین بسیار مختلف بیشتر کشورهای آسیایی و مخصوصا آمریکای لاتین اینها جنین را صاحب حق میدانند یعنی حق حیاتش را قبول دارن اینی میدونن میگن که خب جنین قبل از تولد هم یک حق حیاتی داره و یک سری حقوقی داره ولی خب چون اختلاف نظر هست بین کشورها و اینها ترجیح دادن که سکوت اینجا اختیار کنن و واگذار کنن به خود کشورها که حالا هر طور که خودشان مصلحت میدونن این را تعیین کنن بر اساس قانون کشور پس فکر میکنم برمیگرده خام عالمی به بحث کرامت انسانی کرامت. و اینکه خب انسان ها انقدر ارج و ارزش دارن در دین مبین دین اسلام کرامت انسانی آنها انقدر در نزد پروردگار متحال بالا هست که از زمانی که هنوز به دنیا نیامدن و به عنوان یک انسان وارد جهان نشدن هم این کرامت بر اونها حفظ شده و حق حیات بر اونها مد نظر قرار داده شده در حالی که در سایر ادیان و قوانین ما چنین کرامت چه این میزان از توجه و کرامت انسانی را نداریم و این خب نشان میده همه تکامل دین مبین اسلام را خب بگردیم به ایام بارداری مادر و که خب شما ذکر کردین که در ایام قبل از تولد حالا که جنین داره یک سری حقوق هست و گفتیم که حق حیات داره و حق ارث دارد جنین بیان راجع به ایام بارداری هم صحبت کنیم ما داریم بسیار از مادرانی رو که حتی در سنین پایین باردار میشن و میخواستم بپرسم که آیا سن بارداری هم بر حقوق تربیتی کودک اثرگذار هست یا نه قطعا یکی از موارد بسیار مهم در بارداری همین سن بارداری مادر هست چرا که خب در گذشته خب ما میبینیم که بیشتر مادرانی که دارای فرزند میشدن خب سنین خیلی پایین اینها ازدواج میکردن و خب در همون سنین پایین هم اینها مادر میشدن و بسیاری از خب شاید ممکن است در کنانه یک سری مزایایی هم وجود داشته از قبیل اینکه خب مادر جوان بوده شاداب بوده و نیروی بیشتری داشته مثل به دا کسانی بس. که خب در سنین بالاتر ازدواج میکنن ولی باز هم اینها مزاراتی داشتن از این قبیل اینکه خب اینها دچار یک سری فرسایش های بدنی می داشت می و واقعا میبینیم که کسانی که در سن خیلی پایین باردار میشدن خب دچار مشکلات جسمی و حتی میشه. روحی هم ممکنه امه. متوجه اونها باشن ولی کن این سن حتی برای کسانی که خب در سنین خیلی بالا هم ممکن است باردار بشن امه. و تفاوت سنیشان با فرزندانشان خیلی زیاد هم باشن اینها هم خب قطعا خیلی مطلوب نیست اونجوری که خب بیشتر روانشناسا گفتن گفتن بین 20 تا 40 سال یک تفاوت سنی بین فرزند با والدین هست این پدر و مادر حداقل حالا تفاوت سنیشون 20 سال باشه یعنی <تصفح> ممکن است پدر و مادر 20 ساله باشه که صاحب فرزند باشه <تصفح> <تصفح> و یا حتی اکثرش 40 سال باشه یعنی که پدر و مادر در سن 40 سالگی اینها صاحب فرزند باشن <تصفح> و دلایلش هم این هست که نه تنها به لحاظ اینکه خب جسمی خب ممکن هست بر پدر و مادر خب یک سری مشکلات و سختی های اینها روی بیاره حتی اینها آثارش میکنه بر تربیت فرزندان هم تاثیر بگذاره این آثارش بار هست بر تربیت فرزندان چرا که هر چقدر که بین فرزندان و والدین تفاوت سنی خیلی زیاد وجود داشته باشه اینها باعث میشه که کمتر همدیگر را درک کنن وقتی که کمتر همدیگر درک کنن و کمتر از این فاصله نسل ها هم که میگن شکاف نسل ها واقعا برمیگرده به همین تفاوت خیلی بیش از حد بین پدر و مادر و فرزندان امه. و از اون طرف هم تفاوت سین اگر خیلی کم هم باشه این هم مزیر هست چرا که باعث میشه که خب پدر مادر یک افرادی هستند که بی تجربه هستن خب وقتی که تجربه ای ندارن و دانشی ندارن و علمی ندارن همین باعث میشه که در تربیت فرزندان قطعا تاثیر خواهد گذاشت و باعث میشه که او اقتدار و آگاهی لازم را در زمینه تربیت کودک نداشته باشن. باشن, ممنونیم از شما خانم عالمی بزرگ بار و بریم یک وقت بگیریم و دوباره در خواهیم بود بخش پایانی برنامه امروز روشنا خوش آمده این راجع و حقوق تربیتی کودک با هم صحبت میکنیم ضمن این که منتظر نظرات سازنده شما هستیم از طریق پل ارتباطی برنامه که زیرنویس میشه خب برگردیم به ادامه بحث خانم عالمی راجع به بارداری مادر صحبت میکنیم و گفتیم که سن بارداری بسیار موثر است در تربیت کودک همون رقم که شما توضیح دادید و بیاین راجع به تغذیه و سلامت مادر در ایام بارداری هم با ما صحبت کنین که چطور میتونه این مسئله روی تربیت کودک هم موثر باشه قطعا بحث تغذیه و خب اینکه مادر در دوران باداری چطور مباحث تغذیه را بگذارونه بسیار مهم هست چرا که خب اصلا سلامت مادر و جنین در گروه تغذیه هستن مهم. و این تغذیه هم خب از لحاظ هم پزشکی مهم هست این از لحاظ تپ هم مورد پذیرش قرار گرفته که خب باید که مادر به نوع تغذیه باشه که سلامت او تأمین بشه و از هر نوع به هر لحاظ باید سلامت مادر بهداشت مادر از نظر تغذیه تأمین بشه اه. ای که این که مسلم است این یه حقی هست که مسلم هست و جزو حقوق اساسی و اولی یک جنین هست این یک جنین سوای از اینکه بخواید در آینده اینکه ما بخوایم حتی تصور کنیم که ممکن است زنده متولد بشه یا حتی ممکن که یک جنین باشه که حتی مشکل دار هم باشه این حق جزء یکی ای از یک از حقوقی هست که جزو حقوق حیات او محسوب میشه ولیکن در کنار سلامت جسمی و فیزیکی جنین سلامت روحی و روانی جنین هم مد نظر هستن در که اینها هم یک رابطه مستقیم هم با تغذیه داره خب شما تصور کنید که یک مادری که از سلام از تغذیه سالم و صحیح برخوردار هستن و تمامی اون چرا که یک زن باردار باید به جسم او برسه اگر به اونها تأمین بشه قطعا به لحاظ روحی و روانی هم آرامش خواهد داشت و این آرامش به جنین هم منتقل خواهد شد درست چرا استفاده. که همطور که ما در روایات هم بسیار تاکید شده وقتی که یک زن باردار میشه حتی اصلا مرسوم هست اصلا در جامعه ای ما وقتی یک زن یک زن باردار میشه رو میاره به روایات و اینها ببینه که اصلا در این دوران بارداری از چه چیزهایی چیزهای استفاده کنه بسیار برایشون اهمیت داره که خب چه چیزی اینها میل کنن که فرزندشون زیبا بشه خب زیاد در روایات اومده که اگر به وسیب یک زن باردار استفاده کنه خب فرزند او زیبا میشه یعنی اینا جزء حقوق کودک است اینا جزء حقوق کودک نیست ولی خب شما تصور کنید که وقتی یک زن از هر لحاظ اینه بخواید که به تغذیه خودش اهمیت بده اه. وقتی که تمامی آنچه که یک جسم او به اون نیاز داره تأمین بشه بله. یعنی که جسم و روح یک رابطه مستقیم با هم دیگه دارن شما نمیتونید که سلامت روانی و روحی یک فرد را سوای از جسم او در نظر داشته باشین یعنی بگین که یک شخصی که ممکن هست بیمار باشه ولی که روح سالمی داره واقعا اینها بسیار سخت ممکن هست پیش برای بنابراین از لحاظ روحی و روانی مادر نیاز داره که سالم باشه و اگر مادر آرامش داشته باشه این آرامش به فرزند یعنی به جنینی که در بطن او قرار داره به او منتقل میشه و این آرامش باعث میشه که خود شما تصور کنید که میگن فرزندانی که مادران مضطرب دارن مادرانی که مادران دارن که در دوران بارداری و در زمانی که فرزندشون در بطنشون هستن ایشون دچار مشکلات روحی روانی میشن چه تاثیری بر روی جنین داره این حتی خود علم طب هم ایرا قبول داره و میپذیره و آثارش وقتی که فرزندی که از یک مادر با, مش... با انواع و اقسام مشکلات روح روانی متولد میشه قطعا در تربیت او تأثیر خواهد گذاشت بله های وجود داره قطعاً وجود داره و به او منتقل خواهد شد درسته است بله ام. پس از این بابت میتونه بگیم که تغذیه مادر و سلامت مادر در ایام بارداری در واقع میتونه متضمن سلامتی جنین در بطن مادر باشه و از اونجایی که حق حیات داره جنین و حق سلامتی هم جز همون میتونه باشه پس برابر این توجه به با سلامت بارداری مادر و تغذیه او سلامت جسمی و روانی مادر بسیار مورد اهمیت هست در این زمینه به خاطر ای که کودک هم از حقوق برخوردار هست حالا برگردیم به بحث مادران دوباره گفتیم که چون مادر مسئولیت نگهداری از طفل در وطن خود داره در ایامی که هنوز کودک به دنیا نیامده و قبل از به دنیا آمدن او هست در ایام جنینی خامالوی ما بعضی از مادران را داریم که خب شاغل هستن و وضعیت شاغل بودن آنها و یا پرداخت نفقه به آنها آیا باز این تاثیر گذار است روی حقوق تربیتی کودک قبل از تولد قطعا تاثیر خواهد گذاشت چرا که وقتی که یک مادری که شاغل هستن تمام اوقات خودش را در محل کار خودش این میگذرانه خب وقتی که یک زم... به خصوص در دورانی که خب ممکن است به تولد فرزند نزدیک میشه یک سری با یک سری سختی های مواجه میشه بله. از یک طرف سختی های حمل خودش یک از یک طرف و سخته های او شغلی رو که او در او قرار داره و وظیفه که به او سپرده شده اینها از یک طرف ممکن است به یک مادر واقعا یک فشارهایی را وارد کنه که این فشارها قطعا بر روی جنین تاثیر خواهد گذاشت و یکی از حقوقی که خب خود جنین حتی اه... یعنی حق جنین هم میتونه باشه همون میتونیم بگیم حق یک زن باردار هسته که در دورانی که باردار هست در وضعیت شغلی و وظیفه ای او به یک نحوی باید تعدیل بشه و هم حق جنین هست چرا که قطعا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر جنین اثر خواهد گذاشتن بحث وظیفه یک زن هست یک زن در یک اداره یک وظیفه داره باید که در این دوران باید قطعا نسبت به او وظیفه او یک سری تعدیلات قرار بگیره خب بیشتر در قوانین حقوق بشری اینها زیاد تاکید شده در قانون منع تبعیض علیه زنان خیلی تاکید شده اونجا یک در یک ماده هست ماده 11 که وقتی که میایه بحث اشتغال زن را مطرح میکنه و وقتی که میگه که بحث اشتغال زن و مرد باید با هم برابر باشه در کنار اونها بزنان به زنان باردار هم بسیار تاکید میکنه که خب یک زن باردار وقتی که باردار میشه امه. باید یک سری حقوق ها و مزایایی برای او در نظر گرفته بشه سوای از مردانی که خب این وضعیت برای اونها پیش نمیاد یعنی باید یک مرخصی هایی برای اونها در دوران بارداری و حتی بعد از اینکه خب این بارداری خب به پایان رسید و فرزند متولد شد حتی در اون دوران هم خب چون مادر نیاز به یک استراحتی داره بله. و باید فرزند خودش رو پرورش بده در او دوران هم برای او یک مزایا و مرخصی ها و وجود داشته باشه یعنی یک تبعیض مثبت قائل میشن برای زنان زن و, و به خاطر همین مسئله, مسئله, بارداری هم. و و این در قانون افغانستان هم پیش بینی شده یعنی در خود قانون افغانستان هم یکی از قانون کار در یکی از موادش برای زنان که باردار هست و حمل داره پیش بینی شده که خب سه ماه بهش مرخصی میدن و این شامل چی میشه یک ماه قبل از ولادت فرزند میشه و دو ماه بعد از ولادت فرزند واقعا ام. به نظر من که یک زمان بسیار کمی هست شما تصور کنید که یک زنی که هشت ماه باردار هست چطور میتونه به وظیفه خودش هم به وظیفه خودش برسه که اونجا خب مسئولیت داره و هم بتونه واقعا اون شرایط سخت و طاقت فرسای ماهای آخر بارداری را متحمل بشه واقعا این فکر میکنم یه قانون نیاز به یک بازنگری داره و از اون طرف هم خب دو ماه واقعا فرصت بسیار کمی هست یعنی یک زن حتی به لحاظ جسمی هم نمیتونه خودش را بازیا بشه برای به اینکه بخواد طفل خودش رو تا یک حدی پرورش بده باشه دلوست. در صورتی که در باید. کشورهای اروپایی که ما میگیم که اونها مبنا و اساسشون قوانین بشری هست این قوانین انسانی هست و واقعا هیچ مبنای دینی نداره ولی خب کشور ما قانون اساسی گفته تمام قوانین که در افغانستان تصویب میشه ماده ای که قانون اساسی گفته این همه باید بر اساس شریعت این نباید مخالف حالا این نمیگیم مخالف شریعت اسلام است ولی خب باید تا جایی که میتونه اصول و موازین شرعی در اون رعایت بشه واقعا آم. اینجا من فکر میکنم هیچ آثاری از مسائل شرعی دیده نمیشه در صورتی که اونجا میبینید در کشور اروپایی حالا در غرب یک زن وقتی که باردار میشه بسیار اون مسائل به اونها واقعا یه سری حقوق و توجه خیلی بیشتر میشه هم قبل از تولد فرزند و هم بعد از تولد فرزند و ممنونیم از شما که امروز در برنامه صحبت بسیار خوب و مفیدی داشتن. داشتین برای ما جالب بود که یک انسان حتی قبل از تولد هم یک سری حقوقی داره که شما امروز در برنامه به صورت کامل با اونها اشاره فرمودین و اگر صحبت پایانی داریم با ما صحبت آخر از شما میشنویم بله خب یک حق دیگه هم که فکر کنم بسیار مهم هست این قبل از تولد بحث نفقه زن هست یعنی زنی که باردار هست ما در اسلام خب میگیم یکی از وظایف مرد خب در کنار اون حقوق و تکالیفی که خود خب زوجین دارن در هم دیگه یکی از وظایف مرد ای هست که زوجی هست که نفقه زن را باید تأمین کنه و این در دوران بارداری هم خب حق نفقه به دور به عهده مرد هست ولی کن فکر میکنم که در این خصوص یک ظلم به حق زن شده چرا که او نفقه حق یک نفقه یک زن عادی با یک زنی که باردار هست قطعا اینها با هم متفاوت هست دقیقا. و باید به نظر من هم در قوانین مخصوصاً در قوانین زنی که باردار هستم و در خانه شوهرش داره زندگی میکنه خب این حقوق طبیعیه که حق نفقه داره در حالتی که خب باردار نیست اینها باید یک سری تمهیداتی برای او در نظر بگیرد چرا که یک زن باردار نیازهایش بیشتره نیاز به اداره که خب بیشتر مورد مراقبت قرار بگیره بیشتر به مسائل صحا و سلامت خودش رسیدگی کنه دفقیقا. فقط ان بحث نفقه اینجا باید بسیار ایک... اهمیت پیدا میکنه و برای بین زن شاه عاقل و زن هم در زمینه پرداخت نفقه حالا هیچ تغییر هیچ تفاوتی وجود نداره و حالا که شما گفتین که پرداخت نفقه را باید از اهمیت ویژه به خصوص در زمان بارداری زنان برخوردار هست این هم فکر میکنم که واقعا باید مورد توجه خانواده های محترم باشه و حتی حمایت های روانی خانم عالمی از طرف همسر خانواده و حتی والدین او ما در در خانواده های سنتی کشور ما در جامعه ما خانواده ها معمولا با هم زندگی میکنند در کنار پدر و مادر یا همو خسور و خوشو فکر میکنم همه اینها میتونن اگر تک تک اعضای خانواده ای که در خانه هستن و با زن باردار در خانه دارن زندگی میکنن اگر از لحاظ حقوق تربیتی کودک توجه داشته باشن نخستین این هست که به قول معروف به نحو هوای خانم باردار داشته باشن. هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی تا بتونن یک طفل سالم را که حق است بر عهده والدین به دنیا بیارن و تقدیم جامعه کنند سپاس از شما که امروز در برنامه تشریف آوردین حضور گرمتان بر ما ارزشمند بود در برنامه و همچنین از نگاه های گرم شما بینندگان عزیز و ارجمند امیدوارم که مطالب امروز برنامه برتان مفید واقع شده باشه این بود برنامه امروز راشنا که تقدیم حضورتان شد آخر هفته خوبی داشته باشین التماس و, و بدرود اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم